در آستانه روز جهانی زن، زنان کارگر در ایران چه وضعیتی دارند؟ گران شدن آب و برق چه پیامدهایی در عرصه زندگی کارگران ایرانی دارد؟ سندیکاهای کارگری فرانسه خواستار آزادی رضا شهابی، کارگر ایرانی، از زندان و اعزام او برای معالجه در فرانسه شدند. و خبرهای دیگر در آستانه نوروز ایرانی، بحث درباره حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده هنوز به جایی نرسیده است در ایران. به شما عزیزان سلام میگویم. جمشید شالنگی هستم، از واشنگتن با شما خواهم بود، چون پنجشنبه‌های اخیر در نیمه نخست این شماره تفسیر خبر آقای منصور حسانلو، فعال سندیکای کارگری، با من و شما هستند از نیوجرسی. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای حسانلو گرامی سلام به شما. سلام به شما و همه بیننده ها و زحمت کشان تلویزیون ایران فردا. آقای حسانلو گرامی، در صدر خبرهای کارگری، همه خبرهای مربوط به کارگران ایران خوب در صدر خبرها قاعدتا هست و باید باشه، اما این خبر که دستمزد، حداقل دستمزدها، بحثی که هنوز ادامه داره، این به کجا رسیده؟ چه جهتی رو دنبال میکنه و قراره به کجا برسه؟ بسیار مهمه و مهمترین مسئله شاید بگیم در سطح ملی، به دلیل اینکه موقعی مسئله تأمین دستمزد کارگران و تعیین حداقل مزد کارگران مطرح میشه، به تمام ایرانی‌های مربوط میشه که به هر شکلی دارن کار میکنن و با کار مفیدی که انجام میدن جامعه رو به پیش میبرن. تعیین حداقل دستمزد طبق قوانینی که در داخل خود جمهوری اسلامی هست و طبق قانون کار دو مشخصه اساسی داره. یکی این که بایستی با نرخ تورم هماهنگی داشته باشه و در رابطه با گرانی‌هایی که پیش میاد این حداقل دستمزد طوری افزایش پیدا بکنه که از نرخ تورم و گرانی و در مجموع از خط فقر پایین‌تر نباشه، یعنی بالاتر از تعیین حداقل‌هایی باشه که برای معیشت زندگی در نظر گرفته میشه. دومش این که توانایی امکان خرید و تهیه خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت، آموزش و رفاه یک خانواده کارگری که حداقل 4 نفر یا 5 نفر هستن رو فراهم بکنه، به لحاظ این دستمزدی که کارگر بایستی بگیره برای خانوادش ببره. یعنی این بحث تعیین حداقل دستمزدها از اولین روز که نظام سرمایه‌داری به وجود میاد 300-400 سال پیش تا حالا اصلی ترین و محوری ترین بحث هاییست که در مقابل نامه های بینون مللی سازمان ILO، سازمان جهانی کار، از طریق مبارزه که اتحادیه‌های کارگری در سطح ملی کارگاه تا سطح جهانی که فدراسیون جهانی کارگری مثل WFTU یا ITUC اون رو نمایندگی میکنن و تبدیل شده به کنوانسیون های جهانی مطرح هستش. حالا این حداقل دستمزد در ایران متاسفانه به دلیل اینکه از سال 59-60 به بعد، 61 به بعد، به خصوص به بهانه جنگ، با سرکوب شدید حکومت بر علیه سندیکاها و شوراهای واقعی کارگری در ایران روبرو شدیم
و بیش از 500 کارگر مبارز سندیکایی جانشون را دست دادن و دفاتر واقعی سندیکاهای کارگری و کارمندی و همچنین شوراهای کارگری، انجمن همبستگی سندیکا در دروازه چنگور و خانه کارگری که در اختیار نماینده‌های واقعی کارگر بود تو خیابون ابوریحان مورد حمله قرار گرفت از سوی عوامل حکومتی به سردمداری همین آقای علیرضا محجوب و آقای ربیعی که الان شده وزیر کار و حسن صادقی ها و امثال حسین کمالی و دیگران، به این شرایط امروز رسیدیم که چون نمایندگان واقعی کارگر در این شورای عالی کار و شورای عالی تعیین دستمزد حضور ندارن، هر سال از به بهانه جنگ که حدود 8 سال 6 سال 7 سال اصلا حقوقا اضافه نشد در دهه 60، موقعی هم که دوره آقای رفسنجانی شد ریاست جمهوری به بهانه تعدیل اقتصادی و همخوانی با سیاست‌های بانک جهانی پول بدون توجه به وضعیت بومی کارگرای ما، نرخ تورم تا 55% هم رسید ولی افزایش حقوق ها از 17% بالاتر نرفت. این دو مرحله. مرحله سوم هم متاسفانه در دورانی که به نام اصلاحات مشهور شد، توجه کافی به اون 10-15 سالی که حقوق ها افزایش پیدا نکرده بود نشد. در نتیجه دوباره اینجا هم حقوق ها به نسبت هزینه های زندگی بالا نرفت و اون عقب افتادگی ها جبران نشد. و بعدم رسیدیم به این دوران آقای احمدی نژاد که حدود البته همه این دورانایی که ما میگیم زیر نظر ولایت فقیه و مسئولیت یا به عهده ولایت فقیه هست. الان هم که رسیدیم به اینجا، شما میبینید که نرخ تورم واقعی به نسبت مثلا 3 سال پیش از نظر من اگه بخواد جزئیاتش هم بگم بالای 170-180% ولی پیشنهاد برای افزایش دستمزد کارمندها همین دیروز پیروز از طرف نماینده دولت در رابطه با استخدام کل کشور و کارمندا و بازنشسته های تحت پوشش استخدامی کل کشور 20% افزایش حقوق رو اعلام کردند و برای کارگران و کسانی که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند هنوز اعلام نکردند و به سه‌شنبه آینده اینو ما موکول کردند و قبل از اینم دو مسئله رو عنوان کردند. یکی این که وضعیت هر کارگاهی رو باید در نظر گرفت، بعد حقوق رو اضافه کرد، به شرایط اقتصادی بایستی نگاه کرد بعد حقوق رو اضافه کرد. دومیش این که کارگرها به نسبت این شرایط اقتصادی و توانایی تولید و تخصصشون حقوقشون باید اضافه بشه. منصور خان، آقای عباس کشاورز معتمدی از اعضای خانه کارگر قزوین ایشون میگه که اصلا این مسئله حتی به سلامت خانواده ها لطمه زده، یعنی این حداقل دستمزد، این پایین بودن حقوق، این وضعیت کارگران اصلا بسیاری از مسائلی رو به وجود آورده. خب وقتی پول نباشه، نداشته باشه کارگر، مزد درستی نداشته باشه، به هر حال لطماتی متوجه سلامت خانواده هم خواهد شد. یه نکته هست منظور خانم، در آستانه نوروز که ما میرسیدیم، زمان ما پیش از انقلاب، میرسیدن به حساب و کتاب ها، یعنی کارگران در سود ویژه کارخونه ها سهیم بودن، پاداش عیدی هرچی که بود میگرفتن. از اونها دیگه خبری نیست یا هست و ما بی خبری؟ یعنی بنده سعی میکنم جمعش کنم که جواب سوالم تو این ادامه بحث بده. ممنونم. به خاطر اینکه ببینید اون نماینده های واقعی سندیکای موقع نیستن در جانب گرایی که تعیین دستمزد میشه، همه اون چیزایی که شما گفتی مثل ایدی، پاداش، مزایایی که میدادن، این به دلیل این بود که یه سندیکاها و این نماینده‌هایی وجود داشتن اون موقع تو چانه‌زنی ها میرفتن. دو، خود حکومت هم توجه به صنعت و تولید داخلی پیدا کرده بود به خصوص در دهه 40 و 50 و در نتیجه این مزایا رو میدادن به خاطر یک شکوفای اقتصادی خوبی هم به خاطر اینکه اون قضیه بالا رفتن پول نفت به وجود اومده بود. الان با توجه به سیاست‌های غلطی که این حکومت ایجاد کرده، هم خودش رو در جهت بی‌عدالتی وحشتناک اجتماعی قرار داده. یعنی شما ناکن دو سه روز پیش نماینده‌های بخش از کارگر ایران در اتحادیه آزاد کارگری که زیر سرکوب و فشار حکومت هم هست، خانم پروین محمدی و خانم اشرف نیمانوی و دو نفر دیگه آقای شاپور ثانی راد،
اینا رفتن با معاونین وزیر کار برای افزایش حقوق بحث کردن چند ساعت توی خود وزارت کار. تمام معاونای وزیر قبول داشتن حرفای این نماینده‌های کارگری اتحادیه آزاد کارگری رو و خودشون قبول داشتن. فقط الان نرخ کالای تولید شده در ایران هر چقدر هست، فقط 5% مزد کارگره، یعنی خیلی پایینه این تعیین دستمزد در هزینه‌های کالای تولید شده. ولی با وجود این خود نماینده وزارت کار هم گفتن اگر 1,800,000 تومان ما حقوق به کارگرا پایین‌تری حداقل دستمزد مشخص کنیم، توانای پرداختش با چرخه پول و اقتصادی که تو کشور هست میشه داد، ولی این دست ما نیست که نمیده. اون مزایا و پاداش الان در بعضی جاها تو قانون هم با مبارزایی که کارگرا مثل سندیکای شرکت واحد کرد، تو سندیکای شرکت واحد 2 برج ایدیو پاداش میدن اسفند ماه، ولی برای بعضی از کارمندا هم هر 6 ماه یه پاداش میدن، ولی در خیلی از جاها مثل شرکت نفت اینو از بین بردن و کردنش قانون شتر گاو پلنگ. یعنی از یه طرف از کارگرا کار کارگری میکشن، موقعی که قرار ایدی و پاداش بدن میگن به شما فقط یه دونه ایدی تعلق میگیری، یه دونه میگیم، یعنی یک دونه پاداش که معادل 1 برج حقوق هست به عنوان ایدی و پاداش میدن، در صورتی به کارگر مثل طبق قانون موجود اون 2 برج ایدی و پاداش رو بدن و بعد کارمندی با یه بخش بزرگی حساب میکنن و فقط معادل 1 برج حقوق ایدی و پاداش میدن. این که این وضعیت هست، یعنی کمترین سطح هزینه ها در تولید الان شده مزد کارگر در ایران، یک سیاستی است که دولت جمهوری اسلامی پیش برده که به دلیل بیکاری گستردگی و وارد کردن کالاهای چینی ارزان قیمت عملا تولید رو در داخل کشور متلاشی کرده و قدرت چانه زنی کارگر و کارمندا رو پایین آورده، چون شما با 10-15 میلیون بیکار روبرو هستی. این آمار بالای بیکاران دائما کارگران رو از طرف کارفرما میترسونن، میگن اگه چونه بخوای بزنی حقوق بیشتری بخوای بیرونت میکنیم از این کارگر بیکاری که میلیون ها تو جامعه هست، به جای شما اینا استخدام خواهیم کرد. این هستش که این وضعیت درصد افزایش آب و گاز که الان 25%، 20%، 20% همینطوری داره اضافه میشه، تازه اینا در این افزایش قیمت ها و نرخ تورم امسال حساب نشده، اینا میفته به سال 93 نه. ولی در افزایش دستمزد کارگر در امسال دارن تعیین میکنن، به هیچ وجه این افزایش قیمت ها متاسفانه نیومده بالا. اگر حوصله‌شو دارید من چند تا آمار از طرف خود سازمان آمار اداره آمار دولتی جمهوری اسلامی به شما بدم. حوصله که بسیار زیاد هست، اما وقت متاسفانه محدود و مسائل مربوط به کارگران و اخبار بسیار طولانی، حتما در خدمتتون خواهیم بود. من یادم از پیش از انقلاب یک دوست داشتیم که از خوزستان اومد و کارگر فنی بود، در ایران ناسیونال کار میکرد، مکانیک ارزنده بود، اهل اصفهان بود، کلا بزرگ شده مسجد سلیمان و در ایران ناسیونال، بله در اونجا کار میکرد. عوض میخوام، غلام بود اسمش، ما بهش میگفتیم شاه غلام از ایام کودکی، رفت به دنبال حرفه فنی و در ایران ناسیونال ایشون به عید که میرسید وضعیتش از دوستان و مهندس ما هم بهتر بود. ایران ناسیونال که پیکان میساخت و اتوبوس ها، برادران خیامی پای گذاری کرده بودن، آقای محمود خیامی گرامی و بقیه، و یعنی برادر ایشون که روانش شد. به هر حال بقیه کارگران هم لابد وضعی اینچنین داشتن و کارگرهای دیگه هم جای دیگر هم که شاهد بودن، ولی این دوست عزیز ما شاه غلام، غلام که میگوید شاه غلام، وضعیت اینچنین داشت و عید که میشد همه ما مهمان ایشون بودیم و دوستانی هم داشتیم فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران که جای دیگه کار میکنم، ولی وضعی شاه غلام به مراتب بهتر است. منصور خان، در آستانه نوروز هستیم، در آستانه روز جهانی زن هستیم، وضعیت زنان کارگر در ایران چطور هست؟ اونو چطور عجبه میکنید؟ آیا علاوه بر پایمال شدن حقوق کارگران که اشاره کردید، زنان هم حقوق اجتماعیشون که محروم هستن، در این زمینه شما با ما پایید چه مزایایی دارن چه حقوق از دست رفتی؟
از این فرصت من استفاده بکنم، اولا تبریک بگم به همه زنهای ایرانی و زنهای کارگر ایران و جهان، چون 8 مارس روز جهانی مبارزات زنانی بود که در یک مثلا کارگاه بزرگ خیاطی در شهر نیویورک به خاطر اعتراضاتی که برای افزایش حقوق و کاهش ساعت کار داشتن دست به اعتراض زده بودن که متاسفانه کارفرما در اون کارگاه رو میبنده و اونجا رو آتیش میزنه و صد و نزدیک 26 نفر زن کارگر کشته میشن. بعد از اون جنبش مبارزاتی کارگرها و زنهای دنیا، این البته مربوط به 30-40 سال 50 سال پیشه، و بعدش در سال 1908 زنان مبارز کارگر دنیا مثل کلارا سرکین، روزا لوکزامبورگ، لاپاسیوناریای اسپانیایی و کروپسکایا، اینها جمع میشن و این روز رو به عنوان یک روز مبارزاتی زنان کارگر برای دفاع از حقوقشون و برابری حق و حقوق اقتصادی و اجتماعی سیاسیشون مطرح میکنن که از سال بعدش هم از طریق انترناسیونال های بین المللی کارگری به تمام دنیا معرفی میشه و به تدریج در همه دنیا و در اسناد سازمان ملل هم بعد از جنگ جهانی دوم این روز پذیرفته میشه و یک روز جهانی میشود. و این روزی است که زنهای دنیا به همراه کسانی که مردهایی که آگاهی دارن برای برابری حقوق زنان و مردان در همه جای دنیا به صحنه میان و مبارزه میکنن و کمبودها رو میگن و راه حلها رو نشون میدن. در ایران متاسفانه میبینیم که با قوانین اسلامی بیش از گذشته وضع زنها بدتر شد، چه به لحاظ اقتصادی، چه به لحاظ اجتماعی، سیاسی و قانونی. این هستش که در محیط کار هم زنان ایرانی طبق گزارش ایلینا که یک گزارش دولتی هست، در 2 هفته پیش اینو منتشر کرد، خودش نوشته بود که زنان ایرانی 1/3 مردان ایرانی دستمزد میگیرن و از بسیاری از مزایای شغلی که مردها دارن محروم هستن و تازه انواع آزارهای ناخواسته جنسی، سوء استفاده روابط، سرکوبگری و حتی دستمزدهاشون رو طرف نگه میداره خیلی جا سوء استفاده جنسی کنه، حتی در بخش‌های دولتی و کارمندی که گزارش‌های از اون رو در همین فیسبوک‌ها و اخبار شما حتما ملاحظه کردید. و این بخشی از بزرگترین مبارزه مردم ایران است که 50%شون که زنان ایرانی هستن، که مادران من و شما و همه خواهران، همسران و اصلی ترین به نظر من جای جامعه که زنان هستن، که اگر نبودن اصلا زندگی نبود، رو در بر می‌گیره. و زنان کارگر در همه جای دنیا تحت ستمهای وحشتناکی هستند و در کشورهای اسلامی مثل ایران و اوگاندا 90% این زنها از جانب مردان در محل کار خود مورد آزار جنسی و پیشنهادهای غیر انسانی قرار میگیرند. این جمله‌ای که خدمتتون میگم از بیانیه کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری PUC هست به مناسبت روز جهانی زن علیه خشونت‌های جنسی، که با تیتر شعار کافیست اکنون زمان عمل است، همین دیروز منتشر شد و همه زنان کارگر جهان و مردان آگاه کارگر و غیر کارگر، کارمند، همه کسایی که دستمزد بگیرن و انسان هستن و شرافت انسانی رو قبول دارن، دعوت کردن که به یک مبارزه متحد برای دفاع از حقوق زنها و جلوگیری از خشونت جنسی علیه زنان در محیط کار که الان یک مشکل در ابعاد جهانی شده، موضع گیری بکنم. در این بیانیه اومده که خشونت علیه زنان به شیوه های گوناگونی انجام می شود. بین 40-50% زنان در اتحادیه اروپا در محل کار انواع ناخواسته های آزارهای جنسی رو از قبیل پیشنهادات بیشرمانه یا تماس های فیزیکی نامطلوب را تجربه می کنند و در نمونه های آسیای جنوب شرقی آمار مشابه بین 30-40% است. در اینجا نکته جالبی رو گفته که متاسفانه در کشورهای اسلامی مثل اوگاندا و کشورهایی که زنای خاورمیانه تونستن به محل کار برن، متاسفانه قوانین دولتی برای زنها پوشیدن لباس رو خیلی اجباری کرده و لباس زنها در این کشورها غیر پوشیده و تحریک آمیز نیست، ولی 90% این زنها از جانب مردان در محل کار خود مورد آزار جنسی قرار میگیرن. و ادامه این بحثی مطرح کرده طولانی میشه، این درصد نابرابری جنسی و اعمال خشونت رابطه با رشد اقتصادی جامعه، نوع مشاغل و طبقه اجتماعی دارد
و در جوامعی که با رشد اقتصادی نزولی و نرخ بیکاری فزاینده همراه است و همزمان با افزایش نرخ اشتغال غیر رسمی، امنیت شغلی و درصد رعایت اصول ایمنی و بهداشتی و حمایت اجتماعی از کارگران کاهش می‌یابد، از جمله در رابطه با زنان. و مسئله دوم، تجارت جنسی و متاسفانه قاچاق زنها برای سوء استفاده های تجاری در این بله خب اون یه مسئله دیگه است. بیشتر ما به وضعیت کارگر، زنان کارگر میپردازیم. یک نکته رو منصور خان استفاده کردن از این ترم کشورهای اسلامی، بله این اصطلاحی استفاده میشه در بسیاری از سمینارها، کنفرانس‌های هست، حتی سازمان کنفرانس اسلامی که در مرکزش در عربستان هست، اون هم همه کشورهای اسلامی خونده میشه، کشورهایی مثل ایران که اکثریتشون مسلمان هستن. این ترمی هست که استفاده میشه، اما کشورها رو بنده شخصا مخالف این هستن که با هویت دینیشون شناسایی بشن یا معرفی بشن. یعنی ما هیچ کشور اروپایی رو که اکثریت مسیحی هستن نمیگیم کشور مسیحی آلمان یا کشور مسیحی اتریش. البته منصور خان هم مثل بسیاری این اصطلاح رو رایج هست نیست. اوگاندا هم از این نظر مستثنا نیست. البته اوگاندا اکثر بسیار جمعیت مسیحی بسیار زیادی داره و مشکلات دیگری هم داره. منصور خان علی‌رغم این فشارهایی که هست بر کارگران ایران، ظاهرا فدراسیون‌ها، کنفدراسیون‌های جهانی و همینطور سندیکای جهانی بی تفاوت نیستن نسبت به مسائل کارگری در ایران، به ویژه کارگران زندانی و آقای رضا شهابی که سندیکای کارگری در فرانسه خواستار آزادی بلافاصله ایشون شده. در این زمینه از شما میشنم. متشکرم، بسیار ممنون که به یاد کارگران زندانی و همه زندانی‌های سیاسی ما رو میاندازید شما با این سوال. رضا شهابی که بالاخره بعد از اون همه درخواست‌های مختلف برای آزادیش و یا حداقل به بیمارستان بردنش مطرح شد و شما هم در این برنامه توجه بهش کردید، خوشبختانه هفته گذشته به بیمارستان امام خمینی بردنش، همون هزار تخت خوابی سابق، برای جراحی ستون مهره‌هاش. و بعد از اون که ایشونو بردن به بیمارستان، برای اینکه تو بیمارستان نگهش دارن، از خانوادش و خودش خواستن که هیچ گونه اطلاع رسانی درباره ایشون نشه. ولی علی‌رغم این مسئله که اطلاعاتی ها این مسئله رو خواستن، از طرف سندیکا فرانسوی یا فدراسیون‌های متحد سندیکای فرانسوی که 6 تا از سندیکای سراسری فرانسه برای آزادی آقای رضا شهابی و همچنین انتقال آقای رضا شهابی به فرانسه برای ادامه درمانش و با تأمین هزینه های آن توسط خود کارگرای فرانسوی و سندیکای کارگری فرانسوی مثل سی‌ژی‌تی درخواست سراسری دادن و نامه رو به خود آقای لاریجانی رئیس جمهور ولایت فقیه و دیگران نوشتن، نامه رسمی و منتشر کردن در سطح عمومی در اتحادیه‌های کارگری و روزنامه‌های به اصطلاح در فرانسه منتشر شدن و این خبر رو چاپ کردن. نکته مهم اینجا است، اولا ما خوشحالیم از این توجهی که با مبارزات سندیکایی که در کشور ما از سال 1382-83 به بعد که توسط پیشکسوت‌های سندیکایی و در کنار اونها مثل ما شد، ما که میگم این سندیکای شرکت واحد و سندیکای موجود که زیر فشار و با زندانی دادن افراد فعال خودشون دارن ادامه فعالیت میدن و این باعث شد توجه بین المللی اتحادیه‌های جهانی کارگری و کشورهای پیشرفته تر که به لحاظ حقوقی و قضایی برای کارگرها و مردمشون حداقل حقوق اجتماعی رو قائل هستن در مورد توجه قرار بگیره. و این نامه‌ای که داده میشه یک پشتوانه حقوقی و یک پشتوانه اتحاد عمل بین‌المللی رو به ما کارگرا میده و امثال رضا شهابی مثل بهنام ابراهیم زاده، شاهرخ زمانی و محمد جراحی، رسول بوداقی، آقای باقری و امثال هم، سعید ماسوری، صالح کهندل و مثل دبیر برجسته که ما داریم توی زندان‌ها آقای ارژنگ داوودی، همه اینها مورد حمایت‌های بین‌المللی بایستی واقع بشن. و این سطح حمایت از این از کارگران زندانی، معلم زندانی، خبرنگار زندانی که همشون حقوق بگیرن بستگی داره به اینکه چه تشکلی رو ما ایجاد کنیم و این تشکل اگر سندیکایی باشه
و تشکلی باشه که از لحاظ مراجع کارگری جهانی و سازمان جهانی کار شناخته شده باشه، مطمئناً حمایت‌های بیشتری رو جلب می‌کنه. به همین دلیل هستش که این پیام برای رضا شهابی برای همه کارگرای ایران مهمه که اینا ببینن اگر سندیکای کارگری تعریف شده داشته باشن که با اساسنامه‌های بین‌المللی همخوانی داشته باشه، ما میتونیم برای حمایت از همه کارگرای زندانی و همه کارگرای بیمار و همه کارگران ایران که مبارزه برای افزایش دستمزد و امنیت شغلی و حق اعتصاب و دیگر حقوق کارگری مبارزه میکنن، این حمایت بین‌المللی رو به دست بیاریم. آقای حسینلوی گرامی، اسامی که بودید، کارگران گرامی و عزیزی که در زندان هستن، خیلیشون بیمار هستن، اشاره کردین آقای شهابی، اما از معلمین زنده مثل آقای رسول بودار، ایشون خب بیمار هست، آقای ارجنگ داودیه، ایشون بیمار هست، رفتار با زندانیان بیمار به چه شکل هست؟ آیا کوچکترین یا موازین بین المللی است یا موازین اسلامی اونطور که خود همین روحانیون بر منبر میگفتن پیش از به قدرت رسیدن؟ میگفتن حتی امام اول شیعیان با زارب خودش سفارش میکرد که درست رفتار کنید، مبادا لطمه ای اون بزنید. حالا این انسانهای شریف که اصلا زارب کسی نیستن، رسول بوداقی، رضا شهابی، ارجنگ داوودی، نه کسی رو زدن نه کسی رو کشتن، حرفی زدن، خواستایی داشتن، مطرح کردن، گرفتید زندانشون کردید، یا موازین بین المللی یا قوانین همون حرفایی که بر منبر زدید و از این را به قدرت رسیدید. واقعا کدومش، هیچ کدوم از اینا رو رعایت نمی کنن در مورد زندانیان بیمار؟ جناب چالنگی، مسئله این است که اصلا اساس زندان در جمهوری اسلامی با اساس نظام تربیتی و به اصطلاح متنبه کردن فرد، یعنی آگاه کردنش بر اشتباهش همراه نیست. یک نظام زندانی و نظام قانونی خشونت آمیز و حذف زندانی رو در نظر داره، یعنی موقعی شخصی در کشور ما زندانی میشه، عملا در نگاه فرهنگی جامعه ما هم شاید توی بخش زیادی این نگاه بیاد، با اینکه خود آدم ها همشون خطا میکنن، کسی که به زندان میره انگار یک خطای عجیب غریبی کرده که بدون بررسی خیلی ها دربارش قضاوت میکنن. یه نوع فرهنگ بیمار هم ما داریم که فقط به حکومتمون مربوط نمیشه، البته چون حکومت ولایت فقیه همه قدرت رو در دست خودش خلاصه کرده و همه ثروت اجتماعی رو تو مشت خودش گرفته، اون بایستی مسئول و پاسخگوی این شرایط باشه. در زندان ها الان قضا به زندانیان نمیده، قضا نمیده بورده که بدن رو تأمین کنه لحاظ ویتامین ها و درمان. زندان دستور دادن به زندانیان سیاسی اصلا امکان درمانی ندید. چون آقا برادر خود من افشین حسانوم یک فعال کارگری سندیکایی بود تو زندان، کشته شد به نظر من. چرا؟ چون ایشون از لحظه که میگه قلبم درد میکنه تا موقعی که تو بیمارستان میرسونن میگن فوت کرده، بیشتر 4 ساعت زمان گذشته. در صورتی که وکیل ما از زندان تا اون بیمارستانی که بردن افشین رو برد با ماشین رفته تایم بگیره که ما شکایت کردیم به پزشکی قانونی برای مرگ بیگناه ایشون، 12 دقیقه فقط طول کشیده، با سرعت 30-40 کیلومتر هم راه رفته، نه که تون بره. چرا 4 ساعت طول کشیده تا این زندانی بره برسه؟ بقیه زندانی هم همینطور، یعنی دستور دارن که امکانات پزشکی درمانی ندهن، چون اینا میگن از داخل زندان اطلاع رسانی میکنن و شرایط خودشون رو به دنیا میگن، تنبیهشون کنی تا بمیرن. ما در زندان رجای شهر از مرگ و میر زیادی داریم، مثل آقای علیرضا کرمی خیرآبادی، مثل منصور رادپور، مثل محمد حجت زمانی، مثل حسین محسن دکمچی، حالا اینا که همین الان یادم میاد، همه اینا به دلیل عدم رسیدگی پزشکی و قضایی مردن در زندان‌ها و شهید شدن، به نظر من کشته شدن. این است که اصلا جمهوری اسلامی این بنا رو نداره که حقوق زندانی رو رعایت کنه. حالا زندانی‌های عادی که وحشتناک‌تر، اینا زندانی‌ها که به قول شما اسمشون شنیده میشه، زندانی‌های عادی در شرایطی تو بین همدیگه میخوابن که 30 سانتی متر، یعنی اینجور پهلوی همدیگه یه طرفه اینطوری کتابی میخوابن. در زندان رجای شهر تو حسینیش ورودی قرنطینه زندانی سرپا وای میسن نوبتی میخوابن.
پنج برابر ظرفیت زندان زندانی تو زندانی پر کردن. جا ندارن دیگه مردم رو تو زندان کنن، دارن زندان های جدید میسازن در ابعاد میلیونی. این وضعیت است که نظام جمهوری اسلامی با زندانی و مردم ایران داره. سپاسگزار هستیم آقای منصور حسانلوی گرامی. امیدوارم در برنامه آینده با من و بینندگان ما باشید، با این امید که کارگران ایران در آستانه سالی نو، سالی خوش رو آغاز کنند با آینده‌ای به مراتب بهتر، دور از فشار، دور از زندان و با رسیدن به حق و حقوق خود. با سپاس بسیار عالی. پی میگیریم تفسیر خبر رو. در نیمه دوم برنامه آقای علی رضا رضایی با من و شما خواهند بود و ذره‌بین ویژه طنز او که نگاهی خواهد انداخت بر اخبار جاری در جمهوری فقیه حکومت ایران. تا لحظاتی همونطور که پیشتر هم اشاره کردم در این نیمه برنامه آقای علی رضا رضایی طنزپرداز ارزشمند ایرانی با من و شما هستند. هفته گذشته آقای رضایی عزیز از لیل فرانسه با ما بودن، هفته پیشترش فکر می‌کنم از کلن آلمان، این هفته خود شما بگید آقای رضایی. ضمن سلام به شما. سلام به شما و بینندگان عزیز. من اگه برام حرف در نیاد باز کلنم. رفت و آمد شما به بین آلمان و فرانسه به خود شما مربوطه، اما امیدوارم در جستجوی انرژی صلح آمیز نباشید که این روزها مثل که گروهی به آلمان میان و میرن به خاطر همین موضوع است، در ارتباط با اتفاقی که در یکی از گاوداری‌های آلمان افتاده. بله، من اتفاقی که افتاد این بود که چند وقت پیش یک طویله در شهر روسدورف در آلمان بر اثر باد معده گاوها منفجر شد و این انفجار خوشبختانه گردن ایران هم نیفتاد. بررسی ها نشون داد که گاز متانی که گاوها خودشون صادر کردن باعث انفجار طویله شده. من این پیروزی رو به تمام مستضعفان عالم و رهبر مسلمانان جهان تبریک میگم. دستیابی به جدیدترین انرژی سالم که حق طبیعی هر مستضعفی در جهان هست، چون ظاهرا صاحب اون طویله هم جز خودش جز مستضعفین بوده و اینجور که من خوندم یکی از نگرانی هاش این بوده که همه از سراسر دنیا زنگ میزنن حال گاواشو میپرسن، هیچ کی تا حالا زنگ نزده بگه حال خودت چطوره بعد از اون انفجاری که رخ داد. من امیدوارم که مسئولین جمهوری اسلامی به این قضیه خیلی جدی نگاه بکنن و الان که این بحث‌های انرژی هسته‌ای و اینها یه خورده حرف و حدیث توش در اومد، برن به سمت این انرژی‌های سالم. اولا که خود دیگه گاو به گاو که نمیتونم بگم متان تولید نکن، اگه میتونم برم بگن، یعنی من کسی میتونه بره بگه. دوم این که اگر حکومت محرومین و مستضعفان جهان بره به سمت این انرژی سالم، اون وقت خب مثلا اینو تو ژنو 5+1 چی میخوام بگم؟ میخوام بشینن سر غنی‌سازی 20% گازی که گاوها تولید میکنن بشینن مذاکره کنن. در اون صورت خب جمهوری اسلامی هم خیلی راحت میتونه بگه آقا اینا هرچی گاز تولید کردن من میدم به شما، ببین گازهای 20% بکن 5% بده به ما. یعنی میتونن خیلی راحت اینا رو بدن مثلا به فرانسه. خیلی مشتاقم بود اون سری که انرژی‌های صلح‌آمیز باره. بر صورت حرف و حدیث در نمیاد، یا اگرم در بیاد مثل همیشه ما پیروز و برحقیم، منتها این بار خب مسئله گاو مطرحه. یعنی الان شب عید که اومدن 20% 25% برق و گرون کردن، اگر از این انرژی که شما اشاره میکنین انرژی چی اسمش اون وقت میشه بود؟ گاوی یا نمیدونم هر چی که هست.
اصلا مهم نیست اسمشو چی بذارن، الان همین گاوا رو میتونن سیمکشی کنن، وصل کنن به لامپای من. من مطمئنم که متخصصین داخلی با توصیفاتی که ما از اواسط دوره احمدی نژاد راجع بهشون شنیدیم و در دولت آقای روحانی هم که اونهایی که ما بعضا تو تولید فناوری و اینها خیلی دیگه پیشرو بودیم، خوشبختانه در دولت آقای روحانی همه اینا به اعتدال رسید. ممکن بود اگر مثلا پیارسال گازی که گاوها تولید میکردن رو تو کابل بدن لامپو بتره کنه، یعنی اون برق ممکن بود گرون نشه چون 20% 25% گرون شد برق. بله 100%. الان 25% آخه خیلی هم جالب گرون شد، یعنی اینکه مثلا مشترک گرامی از ماه آینده گرام میشود، نه یه دفعه گرون شد که اینا خودش جزو. شما صحبت از انرژی گاوی کردید، ما یه سری مثلا افزایش قیمت‌های اینجوری داریم، یه سری سیاست‌های این شکلی داریم. این پدیده‌ایه که ملت باهاش آشنا هستن. الان 25% و پیار سال چند سال پیش قیمت گاز یهو همین شکلی گرون شده بود، بحث گاز هم الهی میشه، گاز گرون شده بود، ملت قبض‌های گازشون رو بردن ریختن در حرم آن بزرگوار در مرقد مطهر، قبضشون ریختن اون تو. البته فرقی هم نکرد، بعدن ازشون گرفتن یا گاز مشترکین رو قطع کردن. خوشبختانه با اتفاقی که در آلمان افتاد میتونن برن به این سمت که اگر گازی برقی جایی چیزی قطع شد ما انرژی های جایگزین بسازیم. گاوشو از کجا بیارن آقای رضایی عزیز؟ اومدن آلمانی ها این گاوهای متانزا رو ندادن. داریم مطمئنن آلمانی ها گاوهای ما رو ندارن. داریم. من این رو پاسخ به این پرسش رو واگذار میکنم به خود مخاطبین این برنامه و به حال چرا نداریم؟ ما فت و فرابون داریم. یه حرفایی رو حسن ما یادمونه که داشتیم که شیرشو بردن هندستون. اون قبل از انقلاب بود. بعد که خب انقلاب شد و اینها، بر صورت یکی از چیزهایی که نظام اهتمام بس بهش تولید گاو جهت محرومیت زدایی بود که اونو زیاد داریم. اتفاقا گازهایی که تولید میکنن هم به شدت از گاز متان. این گاوداریه که تو آلمان ترکید، اینا سرتاش 500 کیلو متان تولید کرده بودن، یعنی 24 ساعت این بدبختا رو بسته بودن پشت در بسته و فلان، اینا 500 کیلو تاش تولید کردن. یه به کلی منفجر شد. بله گاوداری منفجر شد و اصلا یک باعث پیشرفت علم بشر و پیروزی بزرگی برای مستضعفان جهان شد. فقط به شرطی که حال گاوره میپرسن حال چیزا رو بپرسن، بدبختم بپرسن صاحب طویله. خب چطور شد که مثلا با این همه سنت گاوداری که در ایران هست و شما اشاره کردین، این همه سابقه قبل از این خود حکومت کنونی بعد از انقلاب به فکر استفاده از یه همچین روش سنتی نیفتاد؟ به خصوص که اشاراتی هم مرحوم آل احمد کرده بود که ما باید تراکتور و این چیزهای مدرن رو بریزیم دور و بیایم به طرف سنت و از همه چیز سنتی استفاده بکنیم. چطور شد که آقای خمینی و بقیه از همچین به همچین فکری نیفتادن تا اینکه در آلمان یه همچین اتفاقی میفته؟ احتمالا سفیر جمهوری اسلامی گزارش کنه که بد نیست همین فکر شما رو مثلا گزارش کنن و به فکر بیفتن. ببینید یکی از مسائلی که داریم از نظر من اینه که در نظام اسلامی ما عادت داریم عموما بعد از انفجار پی ببریم به یه سری دانش‌ها، فناوری‌ها و یه سری کارهایی که میشه کرد. متاسفانه در ایران بعد از انقلاب چون هیچ طویله هیچ وقت منفجر نشده بود، یا اگر هم طویله جایی یا هر جوری که منفجر شده بود دلایل دیگری داشت. مثلا در شیراز یک حسینیه منفجر شد به خاطر اینکه نمایشگاه ادوات نظامی گذاشته بودن اونجا 6 یا 7 سال پیش. دلایل انفجار چون چیزای دیگه ای بود، ما به سمت انرژی های دیگه ای رفته بودیم. اگر همون موقعی که حضرت امام تشریف آوردن در بهشت زهرا، دو تا طویله منفجر شده بود در ایران. فکر میکنم که طویله های ایران مشکلی که مشکل بزرگی که دارن اینه که به خوبی
چیز نشدن، یعنی درزها و شکافهاشون گرفته نشده و این گاز متان خارج میشه. ببینید برای محو اسرائیل شما حساب کنید 2000 کیلو گاز متان رو شما بفرستید رو سرشون، اتفاقی که میفته مثلا تو ناکازاکی نیفتاده و حرف هم در نمیاد. گاوه دیگه، میتونست آرمانهای امام همون اول به جنگ رو دیوارها بنویسن و ملت الان بیان پاش مثلا فوش بنویسن، جوک بنویسن و مسخره کنن. آرمان‌های امام میتونست، فکر میکنم مشکل اینجا بود که هیچ طویله‌ای در ایران منفجر نشد، یا اگرم شد دلایل دیگری داشت. یعنی حوزه، شما معتقد از این که قادر هست حوزه علمی قم، مدرسه حقانی و بقیه اینها، اینا میتونن با تحقیقاتی که انجام بدن یا دادن، چون دیدیم دیگه این روزا روحانیت پشت کامپیوتر میشه، حوزه قادر هست همچین گازی رو تولید بکنه؟ حوزه اگر خودش تولید نکنه قطعا قادر به شناساییش هست. حالا مسئله سر اینه، حوزه وقتی فرستاده خداوند برای رهبری مسلمانان جهان رو کشف میکنه، قطعا میتونه انرژی های حتی سالم تر از این رو هم کشف کنه. نه منظور من اینه، خب تحقیقات انجام میده، حالا گاو از آلمان وارد میکنن، از هر جایی که وارد میکنن، به هر حال کشور الان عملا دست حوزه علمی است، نیست؟ بله خوشبختانه. بله این رفتن به طرف جایگزینی انرژی گاز متان به جای انرژی هسته‌ای، این اتفاقا میشه در سال اقتصاد مقاومتی آیا همسو هست با اون چی که اقتصاد مقاومتی اعلام شده توسط آیت الله خامنه‌ای؟ به نظر من این شکل از گاز متان اصلا خودش نتیجه مقاومته. حالا چه مقاومت در بعد اقتصادی میتونه قطعا گازهای متنوع تری رو شاید حتی تولید بکنه یا منبع انرژی های پاک جایگزین دیگری بشه به جای هسته ای که حرف علی سوشه از نظر من. یعنی همشو هست اقتصاد مقاومتی به نظر شما میتونه همشوی داشته باشه؟ اقتصاد مقاومتی اصلا به نظرم همسو با یک چنین انرژی هایی هست، مخصوصا مسیر و جهتشون. عجب. پس حالا ممکنه مثلا یه همچین چیزی رو آلمانی ها بگیرن استفاده کنن، یعنی ما از انرژی پرسترا گاز متان اونها ایده بگیریم، حوزه و بقیه، آلمانی ها از اقتصاد مقاومتی مطرح شده آیت الله خامنه‌ای. چرا که نه، 100%. من حتی موافقم که الان سفیر آلمان در تهران احضار بشه و اصلا در این مورد ازش توضیح بخوان که چرا تا حالا این ایده رو نگرفتن از ما. خونی اقتصاد مقاومتی فکر میکنم برای همین کشورهایی که وضع اقتصادی خوبی ندارن قابل استفاده است دیگه، نیست؟ مثل آلمان. بله مثل آلمان میتونن استفاده کنن، حتی میتونن وضع اقتصادی خوبی داشته باشن، اقتصادشون رو مقاومتی کنن و مثل ما به آزادی بیان برسن حداقل. اون که آیت الله مصبا من یه چیزایی گفته که این آزادی بیان اینه خودی شوخی. ایشون هم یکی از پیشروان تولید انرژی سالم و گاز متان خودش رو سعی داره مطرح کنه. آیت الله مصبا یزدی، یعنی شما ایشون هم مرتبط با گاوداری میدونید؟ من میدونم که ایشون در زمینه تولید انرژی سالم، انرژی غیر هسته‌ای و انرژی که حرف توش در نیاد، چون البته انرژی‌های مختلف ایشون تولید میکنه، خیلی از نگاه ایشون میگن نگاهش انرژی داره، بعضی‌ها میگن صحبت کردنش، بعضی میگن حرکات دستش، راه رفتنش، جای پاش، نمیدونم، خیلی هم معتقدن که همه اینا انرژی داره. خب انرژی‌های متنوع ایشون. شما آقای رضایی زبان مسئولان جمهوری اسلامی رو در مواردی، خب اون چیزایی رو که میگن یا نمیگن پیدا نیست رو بهتر از بنده شد احتمالا میدونه. نه دقیقا، یعنی که وزارت کشور یا وزیر کشور در جمهوری اسلامی اعلام کرده که ما از محل نگهداری سربازان و مرزبانان اسیر شده یا به گروگان گرفته شده ایرانی حدوداً خبر داریم. حدوداً اینجا یکی اینه، من میخواستم شما های ترجمه کنید به فارسی برای بنده و بینندگان ما. یکی هم آقای عراقچی سخنگوی وزارت خارجه گفته که تحریم ها رو ما به خاطر
عزتمون تحمل کردیم، نه به خاطر غنی سازی. اینو من زیاد متوجه نشدم، یعنی یک ملتی این دو تا رو ترجمه کنید خیلی ممنونتون میشم. ولی مورد اول تا جایی که من متوجه شدم و البته یه مکاتباتی هم با آقای دکتر حداد عادل کردم که خب جوابی که ایشون داد چون به فارسی نبود متوجه نشدم. ما عموما از خیلی چیزا حدوداً دقیقاً خبر داریم. مثلا ما حدوداً میدونیم که دقیقاً الان زمان ظهور نزدیک. ما حدوداً میدونیم که دقیقاً بر آمریکا و قدرت‌های غربی پیروز شدیم. ما حدوداً میدونیم که دقیقاً بزرگترین قدرت اقتصادی دنیا اینجور که آقای روحانی گفت در سه دهه آینده هستیم. ما حدوداً میدونیم که دقیقاً آزادترین کشور جهان از نظر آزادی بیان هستیم و در همین راستا ما حدوداً میدونیم که مرزبانامون دقیقاً کجان. این چیزی که وزارت کشور منتشر کرد یه حدودی از همون دقتی بود که همیشه هست. آقای عراقچی هم حالا من نمیدونم فاصله عزت ایشون با انرژی هسته‌ایش چقدره که شاید منطبق بر هم دیده گفتم به خاطر عزتمون، یا اینه یا اینکه فیلم فارسی زیاد نگاه میکنه ایشون، چون موقعا به خاطر تو فیلم ها شاید دیده. ما هم حدودا قانع شدیم با تو پیش. خب آقای عراقچی لابد این انرژی که شما پیشنهاد کردین جایگزین انرژی اتمی بشه دیگه به هر حال نیازی هم به تحمل چیزی نیست. عزت هم سر چیز کافیه که کسی به روی خودش نیاره. بله عزت ایشون هم حفظ خواهد شد حتما. این خبری دردناک رو که از این اخبار هر روز و هر روز داریم. ببینید یک در ایران خانم مریم شفیع‌پور دانشجوی مهندسی کشاورزی است، یعنی یک سرمایه به خودی و خود ملی در دانشگاه بین‌المللی قصر. ایشون زندان رفتن، به 7 سال حبس محکوم شده، 2 سال محرومیت از اینترنت. این دیگه حالا جدید است. اتهامات ایشون یک دانش اولا متهم هست ارتباط با سران فتنه، منظورشون موسوی و کروبی است که در حصر هستن. اگر اینا حصرن پس این دختر نازنین ایرانی چطوری با اینا در تماس بوده؟ یه نکته اینه. یکم تقاضای از لابد دانشگاه جایی در خارج از ایران تقاضای ادامه تحصیل کرده. این تقاضای ادامه تحصیل در یک دانشگاه خارجی رو به عنوان تبانی علیه امنیت ملی بر در پروندهش به ثبت رسید. بله متاسفانه شما رو من میشنم. همین جور هست، این تبانی با دولت‌های خارجی و غربی همونجور که شما اطلاع دارید. قطعاً آقای ابوالفضل آبدینی هم پیش از این به دلیل همکاری با دول متخاصم زندانی شدن، که اصلا تعریف دول متخاصم در قانون ما چی هست؟ الان کی با کی، ما با کی خصومت داریم، کی به ما حمله کرده، ما با کی در حال جنگیم که حالا ایشون رفته باهاشون همکاری کرده به کسانی که به سمت ما حمله ور شدن و زندانی شده. به همین شکل هم خانم شفیع‌پور تبانی کردن با من نمیدونم، ما مثلا الان با سوریه هم اگر کسی همکاری بکنه باز تبانی با چون سوریه معلوم نیست که آخه با کی اونجا تبانی کرده باشه، با کی همکاری کرده باشه. بله متاسفانه اینجور هست. یه اتفاقی که در آقای روحانی که از وعده هاش موقعی که در استادیوم امجدیه شعار رفع حصر آقایان موسوی و کروبی رو حاضرین میدادن گفت، اصلا شعار مذارت میخوام آزادی زندانیان سیاسی رو میدادن، میگفت اصلا چرا زندانی سیاسی، اصلا چرا کسی باید تو زندان باشه، که در اون زمان مورد تشویق جمع هم قرار گرفتن و هدفشون هم قطعا هرچی که بود استفاده از احساسات جمع حاضر نبود. حالا بعد از اینکه ایشون رو کار ما باور کنیم دیگه نیست حدوداً، بله حدوداً بعد از اینکه دولت ایشون اومد روی کار، خب ما باید یه چند وقتی صبر میکردیم چون میگفتن دولت ایشون هنوز مستقر نشده دولت ایشون. بعدم که جریان ژنو و تشکیلات و فلان و اینها،
حالا ما با اتفاقی که روبرو هستیم، تنظیمات دیفالت، حالا البته میگن قوه از قضاییه مستقله، به ما ربطی نداره خودش، ولی خب وزارت اطلاعات که ما نمیتونیم بگیم از دولت مستقله، وزارت اطلاعات جزوی از دولته. تا پیش از این کسانی که دستگیر میشدن در همون لحظه 5 سال حکم گرفتن، بعد به مراجع قضایی ارجاع داده میشدن و بعد بررسی میشد، دول متخاصم شناسایی و روابطشون کشف و شناسایی میشد و محکوم میشد. الان به محضی که طرف رو میگیرن 7 سال بهش زندان میدن، یعنی دو سال محرومیت از اینترنت. اون روش که اصلا به طور جداگانه محرومیت از اینترنت رو نمیدونم، ما یعنی شورای عالی محرومیت تشخیص وصل شدن به اینترنت داریم که بشینن حالا الان 7 سال تموم بشه و بیان بیرون و این 2 سال رو یعنی چیکار میکنن؟ یعنی هر روز باید بره یه جای امضا کنه که من رو به اینترنت وصل نشدم، یا اینکه اگر وصل بشه مثلا از لپتاپ دوست کسی همکاری، اگر اینا چجوری میفهمن اون وقت که این رو گذاشتن؟ عموما جمهوری اسلامی خوشش میاد یه احکامی صادر کنه که خودش قادر به اجراش نباشه، بعد وقتی قادر به اجراش نیست شما میشید ناقض اون حکم و به دلیل اینکه اون حکم رو نقض کردین دوباره 7 سال به شما زندان میتونه بده. یه جوری هم اعتماد به نفس پیدا میخواد بکنه شاید. یعنی مثلا شما حکم میدیم به یه دختر دانشجوی مهندسی کشاورزی که ایران هم نیاز بسیار داره، 7 سال یعنی آقای صلواتی و بقیه به خودشون دارن میگن که در تا 7 سال دیگه ما در این مسند قدرت قضاوت نشسته ایم و هستیم و اوضاع جهان هم به همین منوال هست. این هم میتونه باشه از نظر اگر نباشن هم اون وقت مثل آقای مرتضوی حکم جلبشون دست اینونه، در هر صورت فرق نمیکنه، از نظر سیستم کلی نظام فرق نمیکنه. این آقای صلواتی رو که شما میشناسید شخصا؟ نه، منظورم من ایشون هم مرتکب بسیاری کارها شده که در واقع قتل، از جمله امید رضا میرسیافی وبلاگ نویس عزیز که در زندان رفت کشته شد به حکم همین آقای صلواتی. امید رضا میرسیافی 24 ساعت قبل از فوتش با من در تماس بود، من تلفن زدم میگفت چه میگذره. پیش از سال 9، 5 سال پیش بود اگر اشتباه نکنم. بله متاسفم. خب الان داریم میریم به طرف سال 9 داریم میرسیم. آقای علیرضا رضایی عزیز، شما یه اشاره کردید به انرژی گاوی هرچه که هست، اما در ایران پلنگ پشت پلنگ هست که داره جون میده و از این جهان میره. پلنگان 13 پلنگ در ایران از بین رفت. چطور ما گاوا میتونه دووم بیارن؟ شما یه مقدار شوخی میکنید فکر کنید. ببینید یه پدیده جدیدی در ایران ما شاهد هستیم به نام آقای دکتر رائفی پور. چند وقت پیش ایشون کشف کرد که فهد به زبان عربی یعنی یوز پلنگ. من البته ایشون خودش به ارتباط مستقیم این داستان اشاره نکرد، چیزی هم که گفته بود اصلا مربوط به یه چیز دیگه ای بود، ولی من یهو پیش خودم فکر کردم دیدم این همه استعداد یوز پلنگ کشی و پلنگ کشی در ایران، نکنه به خاطر اینکه همون آقای رائفی پور در ادامه صحبتش گفته بود که سرنگونی خاندان فهد و ملک عبدالله و اینا خودش از نشانه های ظهوره، از دلایل ظهوره. من فکر کردم شاید به خاطر فلسفه ظهوره و به خاطر استقبال از فلسفه ظهور که در ایران انقدر پلنگ کشته میشه، یعنی ملت شاید میرن پلنگ و یوز پلنگ میکشن برای اینکه به زمان ظهور نزدیکتر بشن، چون یوز پلنگ که میشه فهد بعیدم نیست این آقای رائفی پور دفعه بعد بیاد بگه عبدالله در زبان عربی یعنی خود پلنگ. و ایشون گفته از 1200 نشانه ظهور 1195 داشت تا الان به وقوع پیوسته. شاید پی اینن که الان 5 تا پلنگ دیگه بکشن که 1200 کامل شه حضرت ظهور کنه، نمیدونم دلیل دیگری. من تو این برنامه شما اول از گاو و گاز متان صحبت کردن، الان صحبت پلنگ
و این اصطلاح از قدیم در فارسی بوده، وضعیتی که آرش میش است در هم بر هم غیر قابل، یعنی منظم نیست، یعنی شتر گاو پلنگ، ارتباطی به این؟ والا باید ببینیم که آیا جای طویله‌ای بر اثر گاز متان شتر هم منفجر میشه و یا انرژی از شتر هم به دست میاد یا نه، چون گاو و پلنگ خودشون رو تونستن ثابت کنن. پلنگ در راستای حفظ ارزش‌ها و آرمان‌های ظهور تونست قابلیت‌های خودش رو نشون بده، گاو هم که به طور جداگانه مسئله هسته‌ای رو اصلا جهان رو حل کرد. بعد ببینیم شتر هم آیا میتونه چی کنه. بعد بله، ما میتونیم ارتباط مستقیم بدیم شتر گاو پلنگ، قطعا هست. هیچ قدیمی ها هیچ چیز رو بیخود بی جهت نگفتن. یعنی شما الان گاو، البته مسئله هستی جهان من فکر میکنم هنوز ثابت شد که میتونه حل کنه این انفجار، شاید فقط مسئله هستی ایران یا ولایت فقیه رو بتونه حل کنه، نیست؟ مسئله جهان با هسته جنبه به قول معروف نظامی شه. انرژی گاوی مسئله نظامی و خود تولید انرژی رو با هم حل کرده، یعنی هم میتونه استفاده نظامی داشته باشه، هم میتونه تولید انرژی داشته باشه، هم میتونه قبض برق مردم 25% بیخودی واقعا گرون نشه، خیلی زیاده. باز بگم من امیدوارم که نظام هرچه زودتر بتونه قابلیت های شتر رو هم در زمینه تولید انرژی کشف کنه. خوشبختانه الان 20 سال فرستاده خداوند برای هدایت سکان رهبری انقلاب رو مجلس خبرگان ما کشف کرده و الان دیگه الان 22 دهه هست که مجلس خبرگان چیزی برای کشف نداره. من ازشون استدعا میکنم یه مقدار وقت بذارم برای کشف انرژی های جدید روی شتر کار کنن. حدودا یه دهی میگفتن که مجلس خبرگان حدودا دنبال کشف دوباره رفسنجانی است. این تا چه اندازه برای جایگزینی آقای خامنه‌ای چنانچه تصمیم به ترک دنیا گرفتن؟ خود ایشون هستن این تصمیم میگیرن. اگر که تصمیم نیستن که فوت کنن، بفرمایید. اگر که تصمیم بگیرن، من فکر میکنم این بستگی مستقیم به این داره که آقای رفسنجانی چه خاطره‌ای درباره خودش تعریف کنه این دفعه، و یا اینکه الان یه همکاری خوب خانواده آقای خمینی رو داریم، نوه هاشون اخیراً یه خاطراتی از آقای خمینی تعریف میکنن که میتونه در همین راستا باشه که آقای خمینی اون دفعه این نقل از آقای رفسنجانی گفتش که پرسیدیم بعد از شما ما که کسی رو نداریم به عنوان رهبر تعیین کنیم، گفت چرا نداریم؟ همین آقای خامنه‌ای. حالا من فکر میکنم مثلا خانم نعیمه اشراقی استعدادش هم کاملا داره که بگی یه روز خدمت با بزرگ اون بودیم، گفت همین آقای رفسنجانی، همین برای کشف بس. حالا یه سوالی من دارم، ببینیم آقای خمینی اومد جلو چشم ما در بهش ذره صحبت کرد و تا روز آخر که صحبت کرد نسل ما همه میدونیم چه گفت و چه نگفت، و بعدش هم تلویزیون ضبط کردن، رادیو ضبط کردن. اما بعدن هر کسی، یعنی مثلا یک بار جنتی گفته بود که آقا امام خواستار جنگ مستقیم با آمریکا بود، بعد موسوی تبریزی که خوبیشون هم از آدم کشان صاحب نام هستم و صاحب مدال در جمهوری اسلامی، ایشون گفته بود که امام اصلا مخالف جنگ با آمریکا. دو تا روایت متضاد و روایت متضاد مختلفی از ایشون گفته شد و جلو چشم خود ما امامی ساخته شد، روایت متضاد بعد از ایشون میشنیم. این قرن 20 و 21 هست. امام هایی که حدود 1000 سال پیش بودن، آقای رضایی عزیز من، ازشون این روایات میشه رو ما چطور میشه باور کرد که این روایات درسته؟ مثلا امام جعفر صادق، امام نقی، امام زین العابدین، اینا برای شیعه روایت، خوب هزاران هزار روایت هست از این. چجوری میشه اونا رو باور کرد وقتی جلو چشم خود ما همچین روایت جعلی هست؟ بفهم. والا همین آقای رائفی پور که ذکر خیرش شد داشت میگفت در مورد مثلا دلائل ظهور، میگفت یا به وقوع پیوسته و یا اگر نپیوسته باشه ما داریم میسازیم دلایل ظهور رو. خب وقتی دلیل ظهور رو میتونم بسازم، روایت که
امام عصر حاضر که ایشون ظاهرا طبق تشخیص راهنمای رانندگی زوج و فرد بوده، بستگی داشت روزای زوج با کی بشینه، روزای فرد با کی. ایشون خودشو در کتابهای خودش نقض میکنه خودش، حالا تو خاطرات دیگران که دیگه یعنی پس بنابراین چه کار کنیم؟ حدوداً باور کنیم باور نکنیم؟ ما همین حدوداً زندگی خودمون رو بکنیم. حدوداً همین، بله. یعنی به هر حال من حتماً این بود که شما در واقع الان وقتی به شما وقتی همچین امام دیدید با این روایت متناقض، یهو یه روایت به شما میدن میگن امام نقی اینو گفته، اون وقت چه خواهید بود؟ من بلافاصله کار زندگی رو میذارم زمین، میرم بهش امام میارم در جا به همچین امامی. امام گفتم حت میذارم که شما هیچ وجه شک نیستین در مورد. خب جناب رضایی عزیز، آخرین کلام از شما میشنویم، کمتر از یک دقیقه. من باز هم پیروزی انفجار طویله شهر روسردورف رو به مظلومین و مستضعفان عالم و رهبر مسلمانان جهان به خصوص تبریک ویژه‌ای عرض میکنم. امیدوارم که این انرژی جدید رو قدرش رو بدونن و بتونن ازش نهایت استفاده رو ببرن، و تاکید میکنم که هیچ حرفی توی این انرژی در نخواهد اومد. بله، در حال پیشنهادی است و امیدواریم که در تهران آقای خامنه ای و اطرافیانشون این پیشنهاد کاملا جدی تلقی کنن و تا اونجا که میتونن در این راستا حتما بکنن، با توجه به سرمایه های ملی موجود در این زمینه. البته بدون تردید رضایی هست، سپاسگزار هستم. علی رضا رضایی گرامی که این بار در کل هستن، امیدوارم هفته آینده هم در فرق چندان نمی کنه چه در کل باشن چه در لیل، هفته آینده با ما باشن. به پایان این برنامه تفسیر خبر می رسیم، با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال سند و سبلان، آسماری کوساران دراک و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.